سلام و وقت شما بخیر باشه. من چیتسازی هستم، کارشناس الکترونیک و همچنین مدرس کارشناس فنی های ایران خودرو بین سالهای 82 تا 88 و در حال حاضرم به آموزش سیستم انجکتور و همچنین تعمیرات ECU برای دوستان عزیز میپردازم. قبل از اینکه این فیلم رو بخوایم آماده کنیم، خیلی از دوستان تماس داشتن و یه سری مشکلاتی در زمینه اینکه چجوری استارت کار بزنن، چجوری میتونن یه مغازه سیستم انجکتور بزنن، ایلیا بزنن و یا اینکه تعمیر ECU به چه صورتی میتونن انجام بدن. به همین خاطر سعی میکنم یه توضیح چند دقیقه خدمت شما عزیزان بدم، شما رو یکم آشنا بکنم و بعد میپردازیم به بازوبست ECU، نحوه باز کردن ICA و همچنین بقیه موارد. ببینید، شما میخواید یه شغلی رو اندازی کنید. به طور مثال میخواید تنظیم موتور بزنید. تنظیم موتور کسی است که شغلش در زمینه سیستم انجکتور، کار با قطعات و سنسورها و همچنین ABAV بر روی خودرو است. نکته اول اینه که شما باید شناختی نسبت به سنسورهای یک ماشین داشته باشید. به طور مثال وقتی که یک ماشین میاد برای تعمیر، خب شما کاپوتو میزنید بالا، اولین چیزی که میبینید یک سری قطعاتی هست که در زمینه انجکتور است، اما شما نه اسمشو میدونید، نه نامشو میدونید، نه مشخصاتشو میدونید، کجای ماشین چی قرار گرفته و به چه صورتی هست. بیایم روال کار اینکه شما بتونید یه مغازه رو بزنید ردیفن کنید. ابتدای کار اینه که شما باید یه آموزشی نسبت به شناخت قطعات، عملکردشون، نحوه ABAVشون و یک شمای کلی از تمامی سنسورها و ECU داشته باشید. خب توی اون جزوهایی که من دادم خدمت شما و همچنین فیلم‌های آموزشی، کاملا براتون مشخص کرده که عملکرد هر سنسور به چه صورتی هست، ABAVشون به چه صورته، چه با اوهمتر، چه به صورت حضوری و یا با قولی فیزیکی بر روی ماشین که بتونید وقتی ماشین رو میبینید ازش ABAV داشته باشید و قسمت های دیگه که مثلا اطلاعات فنی های ایران خودرو که مال سالهای بین 80 تا 90 بوده، نکات بسیار مهمی داخلش بوده. زمانی که شما اطلاعات اولیه رو گرفتید، یعنی کاملا با سیستم آشنا شدید، جای قطعات رو ماشین پیدا کردید، میدونید هر قطعه چیه، کارش چی هست، حالا میمونه که شما بخواید وسایل خودتون رو تهیه کنید. پس پله اول داشتن دانش و اطلاعاته. شما تا زمانی که دانش یا اطلاعات مربوط به سیستم انجکتور رو نداشته باشید نمیتونید کاری انجام بدید، الا اینکه به صورت تجربی در یه مغازه بتونید یک سال دو سال کار کنید تا اون اطلاعاتی که در طول مدت مثلا یک هفته یا دو هفته به شما داده میشه بتونید در طول اون دو سال کسب کنید. خب اطلاعات اولیه رو کسب کردیم، حالا میدونیم که سیستم انجکتور چیه، میتونیم یک ماشین بیاریم کاپوتشو بزنیم بالا، قطعاتو ببینیم. به طور مثال من توی اون آموزش ها اومدم چیکار کردم، قطعاتو دونه دونه مثلا برای بچه ها عنوان کردم که به چه صورته. مثلا گفتم آقا این استپر موتور هست، کلا البته چیزی که در مقابل ما هست منیفولد خودروی 405، حالا موتور 1800 محسوب میشه که روی ماشین های سمن 405 پرشیا روی اینها چیه، از این نوع موتور قرار گرفته و منیفولدش به این حالتی که شما میبینید. خب قطعاتی که مثل استپر موتور، کلا محفظه دریچه گاز، استپر موتور، گرم کن دریچه گاز، توی این قسمت پتانسیومتر دریچه گاز و در داخلش اگر نگاه بکنیم قطعه که اینجا وجود داره مپ سنسور ما هست، مپ سنسور ما که جای دیگه قرار گرفته، البته این خودروهای قبلی است، در خودروهای جدید دیگه ما مپ سنسور و مپ سنسورمون با هم دیگه است. اینجا را اگه دقت کنیم فشار شکن سوخت مربوط به مدل ماشین هایی است که هنوز با که بنزین ما دوچار با
فشار شکن سوخت نیست، با همدیگه نیست، توی مجموعه نیستن. و قسمت بعدی ریل سوخت ماست. بذارید از این قسمت رو نشون بدم. مجموعه که اینجا ما داریم کامل میبینیم ریل سوخت ما محسوب میشه، ورودی بنزین و خروجی بنزین که بعد از فشار شکن هست. اگر قسمت رو نگاه کنیم میتونیم جای انجکتورها رو ببینیم. اینجا دو تا انجکتور داریم و در اینجا مثلا دو تا از انجکتورهاست که باز شده رو شما میتونید ببینید. خب زمانی که ما جای قطعات رو روی ماشین پیدا کردیم و اینکه کارایی‌های مثل استپر موتور متوجه شدیم، یا گرم کنه دریچه گاز، یا پتانسیومتر دریچه گاز، یا حالا مد سنسور ما، یا حالا انجکتور، ریل سوخت و همچنین فشار شکن، ما دارای اطلاع هستیم دیگه، میدونیم که کارهای هر کدوم از این قطعات به چه صورتی هست. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره بین دوستان این است که ما از اول کار که میخواییم استارت بزنیم با شک و تردید میخواییم شروع کنیم. یعنی که من میتونم این کار انجام بدم؟ یعنی واقعا میتونم یه مغازه بزنم؟ ای بی آبی یه ماشین بکنم؟ بله شدنی هست، اما پله به پله. من نمیگم که مثلا شما با خوندن جزوات یا فیلم‌های آموزشی که ما برای شما تهیه کردیم، یا حالا اطلاعات فنی ها یا بقیه موارد، شما نه در طول یک ماه استادکار به تمام معنا میشید. مثلا اینجاست که شما 70 الی 80 درصد از راه رو طی کردید، 20 درصد باقی مانده از اون کار این هست که شما یک بار یک کاری رو انجام بدید. ببینید خب مثلا این استپر موتور، خب این استپر موتور بار اول که شما میخواید باز کنید با ترس میخواید بهش دست بزنید، ولی نگاه میکنید ببینید دارای دو تا پیچ هست. این دو تا پیچ که باز بشه استپر موتور از سرجاش میاد بیرون. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.